سلام و درود به یک و یک تماشا بینان عزیز. پایگاه خبری بامداد تصمیم گرفت از این به بعد سرخط خبرهای مهم تاجیکستان را هر روز برای شما در یک برنامه علایده پیشکش کند. حالا با هم مرور میکنیم که امروز 28 دکامبر سال 2020 در تاجیکستان چه خبر و تحولات مهم بود. قضیه بازداشت سید اسرار میرزایف رهبر جمعیت تاجیکان ولایت سمارا طرف پر سر و صدا تر می شود. ادوکات او الکساندر پاولوف اظهار داشت که روز 23 دکامبر میرزایف را آدمان در تن کاموفلاژ از نزد خونش برداشته، به سرش خلطه انداخته و به جنگل برده لاتوکوف کردند و مجبور کردند که در دادگاه خودش را شهروند تاجیکستان بگوید. پاولوف گفت آن کارمندان پلیس که میرزایف را رب بودند در دادگاه حضور داشتند و او از ترس بر ضد خودش بیانات داد. دادگاه نوای سویس که شهر سمارا روز 23 دکامبر قرار اخراج سید اسرار میرزایف از قلمرو روسیه را برآورد. نشریه محلی ولگا نیوز خبر داد که در دادگاه برای معین کردن شخصیت میرزایف از حجت‌های فرستاده ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استفاده بردند و قرار اخراج او از روسیه با ضرورت تامین امنیت دولت و ترتیبات جمعیتی اساسناک کردند. سید اسرار میرزایف بجز از رهبر سازمان فرهنگی تاجیکان ولایت سمارا پیوند، همچنین در بعضی میوه و سبزیجات رقم 3 در کوچه المپیسکا در شهر سمارا تجارت داشت و با واردات میوه و سبزیجات از کشورهای آسیای مرکزی مشغول بود. الکساندر پاولوف میگوید ظاهرا میرزایف به دلیل همین تجارتش هدف تعقیب رقیبانش قرار گرفته است. ادوکات سید اسرار میرزایف گفت یک گروه از جمله همشهری های خود میرزایف برای از روسیه دفع کردن او پول کلان دادند. او به کسی خلل می رساند. عارف جان صادقوف پلکوونیک مستعفی کمیته امنیتی ملی در مقاله در نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان نوشت که سال 2014 تا کنون بیشتر از 500 نفر از شهروندان کشور در جنگ ها برای داعش در عراق کشته شدند. مقامات تاجیکستان 675 نفر دیگری را که از طرف دولت اسلامی می جنگیدند به جوابگری جنایی کشیدند. عارف جان صادقوف همچنین نوشت است بعد در سوریه و عراق سرکوب شدن جنگجویان گروهی با نام دولت اسلامی، تعدادی از شهروندان تاجیکستان به افغانستان آمدند و تیارند که به وطن خویش حمله آورند. بنا به امور رسمی تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفته و صف سازمان های افراطی تروریستی اساسا به داعش پیوستند. حالا در اردوگاه های اسیران در سوریه و عراق بنا به حساب ها بیش از 400 زن و کودک جنگجویان تاجیک نگه داشته می شوند. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکن فرالوف گفت تاجیکستان به روسیه جهت دریافت واکسن ضد کرونا ویروس به نام سپوتنیک وی که مرکز علمی به نام گمالیه روسیه ساخت است وارد مذاکرات شده است. مسئله تأمین واکسن روسیه از کرونا ویروس نو نو در حال حاضر در سطح نهادهای مربوطه دو کشور حل شده ایستاده است. مذاکرات ادامه دارد، گفته است لیاکن فرالوف. این خبر در حالی است که بر اساس امور وزارت تندرستی تاجیکستان شماره رسمی گرفتاران کرونا ویروس در کشور از 13000 نفر گذشته و شماره فوتیدگان به 90 نفر رسیده است. اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان خبر داد که تفتیش پرونده مختار بیروز مختاجویچ سرمتخصیص ریاست سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی شهر دوشنبه را به انجام رسانیده به دادگاه فرستاده است. بیروز مختاروف به آن ابدار می شود که ماه فوریه 2019 از شهروند سونی و شم برای فریب و سوء استفاده باوری برای توسط مزایده شخصی کرده دادن منزل استقامتی کمونالی 24000 سومونی و ماه اپریل سال 2019 از شهروند قدرتوف ان ا با عین وعده 225370 سومونی را طلب کرده گرفته است. اما مقامات اگنتی نسبت مختاروف نه با اتهام گرفتن پورا بلکه با موده جزایش خیلی سبکتر قلابی پرونده کشودند. افراد متهم به قلابی معمولا با پرداخت جریمه از جوابگری جنایتی خلاص می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز دو مورد استفاده غیر قانونی نیروی برق خبر داد. ساکن 43 ساله جماعت الماسی از سال 2019 در جوازخانه‌اش نیروی برق را به حساب کنک استفاده برده
به دولت 7265 سومانی ضرر رسونده است، میگوید وزارت کارهای داخله. برقچی 55 ساله کارخانه دولتی ذخیره های مادی به آن ابیار می شود که به کارخانه بارای دزدی نقل سیفازه پیوست کرده 133343 سومانی ضرر آورده است. بر علاوه او غیر قانونی به یک شرکت برق می داد و هر ماه برای این پول می گرفت است، گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخله. روز دوم دکامبر بلا فاصله در پی لغو لیمیت برق در تاجیکستان تحت روبری وزارت کارهای داخلی ستاد مخصوصی تشکیل شد که باید استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را در کشور نظارت کند. مقامات میگویند تنها در صورت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق می توان تامین شبانه روزی آن را در فصل سرما تامین کرد. وزارت کارهای داخله هفته گذشته از آشکار شدن 7 مورد دزدی و اسراف برق در نانوایخانه و سمبوسخانه و حمامهای دوشنبه و منع فعالیت این 7 نقطه خبر داد. در شهر اکاترینبورگ روسیه یک مهاجر 33 ساله از تاجیکستان از قبط دویم ساختمان مجتمع استقامتی ژیاکا سولنچنی در کوچه لوچیستای 4 به زمین افتاده جراحات وزنین برداشت است. منبع خبرگزاری محلی ایان گفت که کاسخانه سر این کارگر تاجیک شکسته است و او در بیمارستان رقم 23 در حالت وزنین قرار دارد. پلیس به تحقیق این حادثه شروع کرده است. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون اساساً بر اثر فلاکت‌ها در جای کار بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند و چند هزار نفر دیگر آنها معیوب می‌شوند. و در آخر یک اعلان، مادر سرباز تاجیک اسانوف سفرخان اسانوویچ اسما برای جستجوی فرزندش کمک می‌خواهد. سفرخان اسانوف روز 25 دکامبر از خانه‌شان از نویه فرخور بنامده به مکان خدمت عربیش قسم نظامی 0307 واقع در نویه شهر توس را سپار شده است، ولی اینک 3 روز باز درکی از وی نیست. به گفته یکی از نزدیکانش بار آخرین او از نزد قسم نظامی در تماس شده خبر داده است که به نزد قسم نظامی رسید، ولی کسی نمی داند که بعد این سفرخان کجا شد. این بود چند خبری سومانه بامداد. خوش باشید.